بررسی اثرات زیانبار استخراج بیت کوین بر محیط زیست، سه پژوهشگر ایرانی یافته‌هایشان را ارائه کردند. جزئیات تحقیق را از یکی از این پژوهشگران می‌شنویم و از یک روزنامه‌نگار اقتصادی درباره تأثیر استخراج بیت کوین و بی‌برقی ناشی از آن بر اقتصاد ایران می‌پرسیم. همچنین در برنامه امشب نمیشه تو برای من منتخب معرفی کنی بعد بگی آقا بیا به این رأی بده. انتقاد حسن خمینی از عملکرد شورای نگهبان در رد صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری. مشروعیت حکومت و انتخاب مردم چه رابطه‌ای با هم دارند؟ نگرانی از امنیت مترجمان افغان بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان. صدور مجوز اقامت آنها در بریتانیا تسریع می‌شود. سه تا بچه، دوتا هم کافیه. همین یکی پدر منو درآورده. به خاطر مواظبت از همین دوتا دارم از خستگی میمیرم. و برنامه جدید دولت چین برای حفظ برتری جمعیتی. زوجها میتوانند تا سه بچه هم داشته باشند. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. اگر قبلا گفته میشد که حدود 12 میلیون نفر در ایران تحت تأثیر نوسان نرخ رمز ارزها هستند، حالا گفته میشود که تمام کشور و بلکه تمام جهان تحت تأثیر پدیده رمز ارزها هستند. چطور؟ سه پژوهشگر ایرانی در مقاله مفصل از اثرات زیانبار استخراج بیت کوین نوشتند، از اینکه چنین عملیاتی در مقیاس جهانی تا چه اندازه آلاینده و پرمصرف است. در هفته اخیر دارندگان رمز ارزها در ایران شاهد سقوط قیمت آنها بودند. سراسر کشور گرفتار بیبرقی بوده که بخشی از مشکل به پرمصرف بودن استخراج بیت کوین نسبت داده شده. و حالا درباره پیامدهای زیست محیطی بازار 2000 میلیارد دلاری رمز ارزها در سراسر جهان هشدار داده می شود. این پدیده نو از آغاز مشکل آفرین شده؟ می توان با انرژی های پاک به آینده رمز ارزها امید بست؟ بیشتر در این باره حرف می زنیم. اول گزارشی از سیاوش اردلان. برای تولید بیت کوین سه چیز لازم است: دسترسی به برق، اینترنت و مقداری سرمایه. آنگاه هر کس می تواند بیت کوین استخراج کند. از سردسی‌ترین نقاط دنیا مثل سیبری و ساکنانی مثل ماریا که در خانه خود بیت کوین استخراج می کنند، تا یوجین در کنیا که از همین کار در منزلش کلی پول درآورده. این موارد قطره‌ای در یک دریای تولید بیت کوین در دنیاست که تعداد آن 1 میلیون واحد برآورد شده. با اینکه همه درباره راه‌های پول درآوردن از بیت کوین چیزهایی شنیدند، کمتر کسی به تأثیرات مخربش بر محیط زیست توجه کرده. هر شب این وضعیت رو داریم. مگر اینکه در ایران زندگی کند و بداند که یکی از دلایل قطع برق در این فصل گرما فراوانی واحدهای مجاز و غیر مجاز تولید بیت کوین است. هر جا که برق ارزان باشد، وسوسه تولید بیت کوین بیشتر است. اما تولید برق اگر از انرژی‌های پاک نباشد، برای محیط زیست هزینه دارد. پس امروزه تولید بیت کوین به طبیعت و محیط ضرر می‌رساند. دقیقاً چقدر؟ موضوع تحقیق جدیدی است که از قضا سه دانشمند ایرانی منتشر کردند. هزینه‌های محیط زیستی تولید بیت کوین نام گزارش است که برآوردهایی از این هزینه‌ها در سه حوزه به دست می‌دهد: آلایندگی هوا، اتلاف آب و مساحت زمینی که برای تولید بیت کوین به کار می رود. چقدر تولید بیت کوین گاز گلخانه ای تولید می کند؟ به عبارتی رد پای کربنی بیت کوین چقدر است؟ دی اکسید کربن همان ماده است که باعث گرمتر شدن زمین و بحران تغییرات اقلیمی می شود. طبق این گزارش تولید بیت کوین در سال گذشته معادل 70 میلیون تن گازهای گلخانه ای در جو زمین منتشر کرده. برای جذب این مقدار گاز خطرناک گلخانه‌ای باید 3 میلیارد درخت کاشته شود، یعنی منطقه‌ای به وسعت کل بریتانیا مملو از درخت شود، چیزی نزدیک به مساحت استان‌های کرمان و خوزستان روی هم. اما مقدار آبی که هر سال برای تولید بیت کوین مصرف می‌شود، طبق اندازه‌گیری نویسندگان این تحقیق می‌تواند 500,000 استخر المپیک را پر کند. این مقدار آبی است که 300 میلیون نفر از ساکنان بخش کویری آفریقا مصرف می‌کنند.
و بالاخره مقدار زمینی که در دنیا برای تولید و استخراج بیت کوین به کار می رود دو برابر مساحت تهران بزرگ است. همه اینها به خاطر برق زیادی است که بیت کوین می بلعد. به اندازه یک کشور، 27 کشور دنیا به لحاظ مصرف برق همان اندازه برق مصرف می کند که تولید بیت کوین. در ردمندی 10 کشوری که از همه بیشتر بیت کوین تولید می کنند، طبق این تحقیق تازه، چین بیش از 1.5 برابر 9 کشور دیگر بعد از خودش برای تولید بیت کوین برق مصرف می کند، گاز گلخانه‌ای تولید می کند و آب هدر می دهد. آمریکا و روسیه در رتبه های بعدی قرار دارند. دلیل اینکه ایران، قزاقستان و ونزوئلا جزو 10 کشور اول هستند، ارزان بودن برق در این کشورهاست. برق ارزان مساوی است با بیشتر شدن اشتها برای استخراج بیت کوین که بجز مشکلات خاموشی برق در ایران، حالا به نگرانی دغدغه‌مندان محیط زیست در سراسر جهان اضافه کرده. سیاوش اردلان، بی بی سی. کاوه مدنی، پژوهشگر محیط زیست در دانشگاه ییل از شهر تورنتو کانادا با ما هستند. همونطور که اشاره شد، آقای مدنی از جمله نویسندگان این گزارش هستند. مسئله اصلی پرمصرف بودن استخراج رمز ارز هاست، درسته آقای مدنی؟ به طور خاص رمز ارز بیت کوین، چون رمز ارزها با هم دیگه تفاوت دارن. در چند سال گذشته 4500 نوع مختلف رمز ارز داخل بازار شدن، هر کدوم یه مشخصاتی دارن و مصرف انرژیشون متفاوته. بیت کوین یکی از پرمصرف هاست. اگر نگاه بکنیم به تولید بیت کوین و حالا شیوهش و پیامدهای زیست محیطیش که شما اشاره کردید، در ایران وضعیت چگونه است؟ چه پیامدهایی تولید بیت کوین در ایران داشته؟ گزارش البته در برای جهان انجام شده. ایران هم جز کشورهای برتر است از لحاظ مصرف انرژی برای استخراج بیت کوین و از لحاظ تولید کربن، تو هر دو رتبه ششم داره. از لحاظ ردپای آبی رتبه هشتم داره. دلیلش اینه که خب انرژی ایران بیشتر از گاز طبیعی در واقع تولید میشه. پورتفولیویی که ایران داره، یعنی اون میزانی که به طور متوسط برای برق مصرفی در حوزه بیت کوین مصرف میکنه، از میانگین دنیا بهتره، به خاطر اینکه بیشتر بالای 50% برق شبکه بیت کوین در جهان از زغال سنگ میاد. ایران اما از گاز طبیعی استفاده میکنه، از این لحاظ وضعش بهتره. تو بخش در واقع انرژی های نو، ایران تا حدی بسیار کمی از انرژی برق آبی استفاده میکنه، اون یک مقدار ردپای آبی ایران رو بالا میبره. اما با این حال ردپای آبی ایران تو این قضیه خیلی پایین تر از خیلی کشورهای دیگه است. نکته جالب اینه که ایران در این 10 تا کشور خلاصه برتر استخراج کننده بیت کوین قرار میگیره به همراه بعضی از کشورهای توسعه یافته. اینکه کشورهای توسعه یافته تو این قضیه هستند، مثل کانادا، مثل آلمان، مثل در واقع اقتصادهای خوب جهان مثل نروژ و اینها، نشون میده که خب این یک بازاری است که بازار در واقع قابل قبولی است برای سرمایه گذاری و اتفاقا تصمیمی است که باید دولت بگیره که آیا میخواد از این بازار استفاده کنه یا نه. هر نوآوری در هر بازار، نوآوری در تولید، نوآوری در بازار سرمایه، یک سری اثرات زیانبار داره. اون اثرات رو باید شناسایی کرد و هدف این گزارش این کار بوده. خب اشاره کردید که در خیلی از جاها از زغال سنگ برای تولید برق استفاده میشه و از برق هم برای تولید رمز ارزها، مشخصا بیشتر البته بیت کوین. منظورتون بیشتر چینه دیگه، درسته؟ چین در واقع 60% مصرف برق متعلق به چینه. بیشتر آلایندگی هم از چینه، اون میزانی که در چین مصرف میشه. توجه بکنید که تازه این آمار و ارقامی که ما در آوردیم تنها در مورد برق مصرفی استخراجه. ما برق مصرفی در واقع سرمایش هم داریم، چیزی که فشار میاره به شبکه. تو ایران هم میبینیم که تونسته اثرگذار باشه، اما به هیچ وجه نمیشه گفتش که در واقع عامل اصلی وضعیت کنونی است. برق از یک جا میتونه بره به یک جای دیگر، از بازاری که در واقع آوردش کمتره میتونه بره به بازاری که آوردش بیشتر. اما کشوری که مشکل تامین برق داره، خب
خب میبینیم که دچار مشکل میشه. چین نه تنها در کشور خودش داره استخراج میکنه به شدت، بلکه در کشورهای دیگر هم سرمایه گذاری کرده، جاهایی که برق ارزانه و خب دارن از این قضیه سود میکنن. از رمز ارزها حالا در حد زیادی بیت کوین به جای اسکناس استفاده میشه. من به آمارها نگاه کردم، در آمریکا و بریتانیا از نظر عددی بیشتر از 16 میلیارد قطعه اسکناس در گردشه. بگذاریم که چقدر کارت اعتباری و دستگاه خودپرداز هم اینجا و غیر و ذلک داریم. استخراج بیت کوین یا رمز ارزهای پرمصرف رو بهش پرداختید، ولی به روش‌های سنتی چطور؟ به این فکر کردید که اون روش‌ها هم بسیار آلاینده هستند؟ ببینید، بحث این در واقع این سوال سوالی است که سوال اشتباهی است تقریبا، به خاطر اینکه ما بحثمون این نیست که آیا این در واقع این نوع بازار مالی یا روش تبادل مالی بهتر است از روش های قدیمی یا نه. اون که از حروم از شمسه به قولی، و این نوآوری مفید است، مثل نوآوری های دیگه، مثل استفاده از اینترنت، مثل استفاده از انرژی های نو، مثل استفاده از ماشین های الکتریکی. اما همه اینها یک سری آثار دارن که اون آثار باید شناسایی بشه. دقیقاً و در واقع هدف اینه که این وضعیت رو بهتر کنیم. این هم فراموش نکنیم که خب بخش رمزارزها در واقع گسترش پیدا میکنن تو دنیا و سهم بزرگی رو پیدا میکنن در سیستم مالی به عنوان یک جنبش، هم میشه گفت جنبش اجتماعی و سیاسی، هم یک جنبش فناوری. اما بحث اینه که این در واقع تا حالا دنیا سعی نکرده این رو به رسمیت بشناسه، و به خاطر همین قوانین و مکانیزم‌های لازم رو برای سنجش و برای در واقع نظارت بر این بخش نداره. این بخش میتواند به یک بخش شفاف تبدیل بشه، آثار شناسایی بشه، و البته تو همین بخش کلی نوآوری میشه کرد برای کاهش مصرف انرژی. رمزارزهای دیگری هستن که بهترن و میشه میزان استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر تمیزتر رو در واقع توی برق شبکه تامین در واقع انرژی مورد نیاز برای بیت کوین بیشتر کرد. در نهایت اگر بخوایم جمع‌بندی هم بکنیم، در آخر گزارش شما به چه باید کرد ها هم پرداخته شده، بخش خیلی کوتاهی رو اشاره کردید، ولی اگر بخوایم خیلی مشخص بگیم اولویت چیه در این زمینه، چه میشه گفت؟ سخت اولویت رو تعیین کردن، ولی شاید بشه گفت مهمترین اولویت اینه که جهان این قضیه رو به رسمیت بشناسه، بدونه که این بازار رشد میکنه، مزایای متعددی داره. اگر این رو پس بزنه، باعث میشه که این عدم شفافیت باعث میشه که ما اون آثار رو نبینیم و این بخشا بزرگتر بشه، مثل اتفاقاتی که داره در ایران میفته. استخراج رمزارز غیر قانونی وجود داره و دولت مسئله داره، نمیتونه کنترلش کنه، و این آثار زیست محیطی بدی داره و آثار از لحاظ عدالت در واقع منصفانه نیست، به خاطر اینکه بعضی ها پول در میارن و ضرر محیط زیستی میزنن و یه سری دیگه باید خاموشی رو تحمل بکنن. در جهان هم همچین سیستمی رو داریم. اگر شفافیت بره بالا، اگر این سیستم به رسمیت شناخته بشه، اون موقع میشه کاهش داد اثراتش رو، یا حداقل هزینه از گرفت بابت خسارات محیط زیست. بسیار ممنونم از کاوه مدنی، پژوهشگر محیط زیست در دانشگاه ییل از شهر تورنتو کانادا با ما. در ایران رئیس پلیس امنیت اقتصادی گفته که در بعضی از سازمان‌ها و نهادهای دولتی رمز ارز استخراج می‌شود. او گفته که تا به حال نزدیک به 72,000 دستگاه ماینر در ایران کشف و ضبط شده. وزیر نیرو هم دیروز در مجلس گفت که یکی از دلایل قطع شدن مکرر برق در ایران استخراج بیش از حد رمز ارز است. از سال 98 استخراج رمز ارز مشروط به دریافت مجوز قانونی است، اما خیلی‌ها بدون مجوز در مزارع خصوصی این کار رو انجام می‌دهند. آرش حسن‌نیا روزنامه‌نگار اقتصادی از پراگ در جمهوری چک با ما هستن. آقای حسن‌نیا، کم و بیش در مورد اینکه چه سهمی از بیبرقی‌ها مربوط به بیت کوین هست اطلاعات زد و نقیز، هر کسی یه چیزی میگه، چه جمع‌بندی میشه کرد؟ در نهایت چقدرش برمیگرده به استخراج بیت کوین؟ دقیقا همینطور است که شما میگید، یعنی بر اساس اینکه منبع خبر و اظهار نظر کننده چه کسی باشه، سهم برق مصرفی رمز ارزها و سهم رمز ارزها، استخراج رمز ارزها در خاموشی ها و تشدید کسری تراز برق ایران متفاوت است. اما اگر بخوایم یک جمع‌بندی داشته باشیم از پایین ترین عدد و ارقام تا بالاترین سطح اون، میشه اینطور جمع‌بندی کرد که از 1500 تا 1600 مگاوات تا 2000 مگاوات گفته شده که کل مصرف رمز ارزها، استخراج رمز ارزها در ایرانه. سهم ایران از
بازار جهانی استخراج هم از 4.5% در گزارش رویترز آمده بود تا 10% که آقای اردکانیان بهش اشاره کرد که مصرف انرژی برای استخراج رمزارزها در ایران نسبت به سهم کلی جهان 10% است. از اون 1600 تا 2000 مگاواتی که برای کل استخراج رمزارزها استفاده میشه، از اونجایی که بر اساس گفته های آقای رجبی مشهدی که سخنگوی صنعت برق ایران هست، 13% به استخراج کنندگان مجاز و دارای مجوز اختصاص پیدا میکنه و در واقع 87% مابقی به استخراج کنندگان بدون مجوز اختصاص پیدا میکنه. رقمی بین 200 مگاوات تا 300 مگاوات برای قانونی ها و مجاز هاست و مابقی که 1500 تا 1700 مگاوات ارزیابی میشه سهم غیر مجاز ها. کسری تراز برق ایران امسال هم از 6800 مگاوات تا 9000 مگاوات گفته شده. با این حساب میشه اینطور جنبندی کرد که اگرچه تمام این کسری و این کمبود ناشی از استخراج رمز ارزها نیست و این فعالیت نیست، اما در ایجاد کسری موجود و تشدید این فاصله بین تولید و مصرف برق نقش داشته قاعدتاً استخراج رمزارزها. حالا در مورد قانونی بودن و غیر قانونی بودنش، از یه طرف میگن غیر قانونیه، از یه طرف میگن قانونیه، نهادهای دولتی دارن این کارو میکنن. حتی در مورد این بوده که شاید میلیون ها دلار کالا وارد شده برای تولید رمزارزها یا در حقیقت وسایل وارد شده. این در نهایت معلوم هست که چه بخشی قانونیه، کی داره این کار رو میکنه، چه بخشی غیر قانونیه و کیا دارن این کارا رو میکنند؟ ببینید، در گفتگو شما با آقای مدنی و اینکه با همکارانشون انجام دادن، این تصریح شده که مشکل اصلی نبود شفافیت. این نبود شفافیت در فضای اقتصاد ایران قاعدتا تشدید میشه در فضای امروز اقتصاد ایران که تحریم ها به عنوان یک عاملی که تمام نابسامانی ها رو میشه به اون نسبت داد و زیر پوشش دور زدن تحریم این کار رو قانونی انجام داد و حتی منتظر تشکر و تقدیر هم بود، اوضاع به مراتب بدتر میشه. با این حساب ما عدد و رقمی نسبت به این که چه سهمی از این قانونی ها نهادهای دولتی هستن یا نهادهای امنیتی و نظامی حتی هستن نداریم و نمیدونیم که اون غیر مجازها هم چه افرادی رو و چه نهادها و چه تشکیلاتی رو در بر میگیره. بر اساس گفته هایی که برخی از مقامهای صنعت برق و گاهی نمایندگان مجلس داشتن، رقمی که به لحاظ اقتصادی، به لحاظ مالی از این استخراج نصیب استخراج کنندگان در ایران میشه بین 0.5 میلیارد دلار تا 1 میلیارد دلار در سال اعلام شده. باز نشانه هایی داریم از گفته ها و گزارش ها مبنی بر این که در مساجد که برق مجانی دارند، که بسیج ها در این مساجد مستقر هستند، اخبار تایید نشده ای هست که اونها به این کار مبادرت می کنند. و باز بر اساس همین نشانه ها، بر اساس گفته های مدیر عامل توانیر که هفته گذشته گفته بود مسئولان اداره برق برای خاموشی و قطع برق برخی از این استخراج کنندگان غیر مجاز مراجعه کردن و به اونها شلیک شده، میشه فهمید که کسی که تفنگ داره و این جسارت رو داره که از این اسلحه علیه کارکنان اداره برق برای قطع برق غیر قانونی او مراجعه کردن استفاده بکنه، قاعدتاً افراد عادی و معمولی نیستن و باید وابستگی هایی به نهادهای امنیتی و نظامی داشته باشن. این رو در کنار این اگر بگذاریم که از این رمز ارزها به گواه و گفته مسئولان دولتی و مقام‌های متعددی از رسمی جمهوری اسلامی در دور زدن تحریم‌ها و واردات کالا و خرید خدمات و کالا استفاده شده، همه اینها به این جنبندی ما رو میرسونه که بحث رمز ارزها چیزی فراتر از بحث‌های اقتصادی و بحث‌های مربوط به مصرف یا تولید برق، یک بحث امنیتی هم پشت بحث استخراج رمزارزها و استفاده از اونها وجود داره. ممنونم از آرش حسن نیا، روزنامه‌نگار اقتصادی از پراگ در جمهوری چک. دولت بریتانیا اجرای طرحی را شروع کرده برای تسریع در صدور مجوز اقامت برای صدها شهروند افغان که کارمند نیروهای مسلح بریتانیا بودند. بر اساس این طرح، نخست وزیر بریتانیا به وزارتخانه‌های دفاع، کشور و مسکن مأموریت داده تا برای سرعت دادن به روند انتقال و اقامت کارمندان محلی افغان و خانواده‌هایشان اقدام کنند. این طرح در میانه خروج نظامیان غربی از افغانستان و نگرانی از امنیت مترجمان افغان اجرا می‌شود. صحبت‌های وزیر دفاع بریتانیا را در این باره بشنوید.
با خروج نیروهای غربی از افغانستان تهدیدها رو به افزایش است و حملات هدفمند طالبان به افغانها بیشتر شده. ما فکر می‌کنیم حمایت از این افراد یک اقدام درست است. آنها خیلی چیزها را فدا کردند تا از ما حمایت کنند و ما هم باید همین کار را انجام دهیم. بن مالاس بود وزیر امور دفاع بریتانیا. همکارم ضیا شهریار هم با ماست که موضوع رو دنبال کرده. ضیا، جزئیات این طرح چیه؟ جمال، این طرح موسوم به تسریع اعطای مجوز اقامت و کارکنان افغانی که با نیروهای مسلح بریتانیا در افغانستان کار کردن در حقیقت به تازگی روی دست گرفته شده. از اول آپریل کارش آغاز شده و هدفش یک نوع برنامه اضطراری برای انتقال کارکنان و مترجمان است که با نیروهای امنیتی و نیروهای مسلح بریتانیا در افغانستان کار کردند و وزیر دفاع بریتانیا گفته که حدود 3000 نفر شاملی تر خواهند بود، یعنی صدها مترجم و کارکن است که یک جا با اعضای خانواده‌هایشون بیشتر از 3000 نفر گفته که خواهند بود و تلاش نیست که اینها را به زودی به اساسی طرح به بریتانیا منتقل بکنند. پس از پایان یافتن ماموریت رزمی نیروی بریتانی در افغانستان در پایان 2014 یک طرح‌های متفاوت روی دست گرفته شد که مترجمینی که با نیروهای بریتانیا در افغانستان کار کرده بودند به بریتانیا منتقل شدند. حدود 1300 نفر تا حال به اساس طرح قبلی مسکن در حد مجوز قانونی پیدا کردن در بریتانیا، ولی با توجه به اینکه حالا این نیروهای دولت بریتانیا تصمیم گرفته که نیروهای خود را از افغانستان به زودی خارج بکنه، درخواست‌های زیاد وجود داشته که تعداد زیاد خانواده‌ها و کسایی که با نیروهای بریتانیا در افغانستان کار کردن در خطر قرار دارن و ممکن است هدف حملات طالبا و دیگر گروه‌های شورشی در افغانستان قرار بگیرن به خاطر اینکه کار کردن با نیروهای بریتانیا. و تو این طرح به نظر می‌رسه که یک مقدار حوزه گسترده‌تر را شامل خواهد شد، بیشتر از مترجمین و کسای دیگر. از نظر زمانبندی چرا حالا؟ ما میدونیم که مدتی قبل نیروهای بریتانیا اعلام کردن که از افغانستان خارج خواهند شد و تعداد اونها هم خیلی کمتر شده در مقایسه با قبل. بله، بریتانیا با 750 سرباز داره فعلا در افغانستان. اون هم طرح خروجشان آغاز شده، حتی کمتر هم شده احتمالاً، یعنی 750 سرباز داشت که مشغول آموزش نیروی امنیتی افغانستان بود. و حالا با توجه به اینکه جو بایدن و همچنین رئیس جمهور پیشین آمریکا آقای ترامپ اعلام کرده بود که نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج میشن و بنابراین نیروهای ناتو هم که بریتانیا جزء از اون نیروها هست از افغانستان خارج میشن تا ماه سپتامبر به صورت کامل، و حتی آمریکا گفته که قسمت عمده نیروهاش دیگر تا ماه جولای حتی افغانستان ترک خواهند کرد. این برنامه بسیار فوری روی دست گرفته شده به خاطر اینکه یک مقدار ابهام وجود داشت که چی وقت بالاخره این نیروهای ناتو از افغانستان خارج میشن و نیروهای بریتانیایی، سربازای بریتانیایی که قبلا در افغانستان بودن، اونا از کسایی بودن که صدای بسیار بلند داشتن در اینجا که کسایی که همراه ما کار کرده باید به سرنوشت از اونا فکر بکنیم، به امنیت اونها، به امنیت خانواده‌هاشون فکر بکنیم. و ظاهرا زیر فشار این درخواست‌ها صدر نخست وزیر بریتانیا موافقت کرده، از وزارت داخله، از وزارت مسکن و از وزارت دفاع بریتانیا خواسته که این طرح را عملی بکنن. هنوزم جزئیاتش به صورت کامل زیاد روشن نیست. فکر میکنم که در روزهای آینده یک وبسایت را انداخته خواهد شد و معلومات و آگاهی بیشتر بر کسایی که با نیروهای مسلح بریتانیا در افغانستان کار کردن ارائه خواهد شد. واکنش ها در افغانستان چه بوده؟ خروج نیروهای خارجی خصوصا در میانی که خودشون رو نزدیک میدونستن به تیم‌ها، به این در حقیقت نیروها، بحث برانگیز بوده؟ به صورت عموم از زمانی که آقای بایدن برنامه خروج به صورت ای و بدون شرایط اعلام کرد، میدونیم که نگرانی‌های زیاد در افغانستان به وجود آمده در موردی که سرنوشت دولت افغانستان چی میشه، سرنوشت کسایی که به صورت عموم با آمریکایی ها با کشورهای مختلف در افغانستان در 20 سال گذشته حضور داشتن کار کردن چی میشه، سرنوشت مردم به صورت عموم چی میشه، و مخصوصا موارد از این دست در کل مردم هم نگران میشه. مردمی که مثلا فکر میکنن که اینها همهش نشانه های از ایست که دنیا احتمالا افغانستان رو ترک میکنه و تنها میگذاره، هرچند دولت های غربی تا
تاکید داشتن که خروج نیروهایشان به هیچ صورت به معنای این نیست که حمایت خود از نیروهای امنیتی افغانستان از دولت افغانستان قطع میکنند، ولی در کل برای مورد خاص کسایی که شاملی طرح میشن احتمالاً خوشحال خواهد بودن و تعداد زیاد تلاش میکنن که شامل از ترشان کسایی کار کردن با دولت بریتانیا، نه الزاماً با نیروهای مسلحش، حتی من فکر میکنم کسایی با نهادهای امدادرسان بریتانیایی کار کردن تلاش میکنن که واردی تر شون، ولی خوب بود در نهایت بریتانیا است و دولت بریتانیا است که ارزیابی میکنه که چقدر خطر متوجه از اونها است. ولی جالبی بود که من دیدم که وزارت مهاجرین افغانستان این خبر را در وبسایت خود شریک ساخته بود. ممنونم از همکارم ضیاء شهریار. دولت افغانستان میگوید هیئت مذاکره کننده با طالبان فردا برای از سرگیری گفتگوها به قطر میرود. طالبان هم گفتند که هر دو طرف در ارتباطند ولی هنوز زمان و موضوع مذاکره مشخص نشده. از حدود دو ماه پیش قدمی جدی در رابطه با صلح در افغانستان برداشته نشده. روین رهنوش از کابل گزارش میدهد. تحریک اسلامی طالبان و جمهوریت وظیفه ملی دو... بحث در رابطه با انتقال مدیریت روند صلح به افغانستان. شماری از چهره های برجسته سیاسی در اینجا میگویند صلح پیش از این یک پروژه خارجی بوده، با این باور که افغانستان روز به روز از صلح دور می شود. به خاطر این رسیدیم که صلح هم یک پروژه خارجی بود. ما زمان به صلح می رسیم بزرگای عزیز کشور ما که صلحی که یک پروژه خارجی است و یا از نام صلح برای یک پروژه استفاده میشه، این را مبدل کنیم به یک پروسه ملی. موضوع صلح افغانستان اخیراً نسبت به ماهای قبل رنگ باخته، هرچند دولت برای از سرگیری مذاکرات آماده شده. وزارت دولت در امور صلح میگوید قرار است شماری از اعضای هیئت مذاکره کننده فردا راهی قطر شوند، بقیه هم به زودی با آنها یک جا می شوند. دفتر سیاسی طالبان در قطر هم گفت هدفشان است که مسیر هرچه زود هموار شود. به اجازه رئیس و هیئت اداری هرچه جنگ بیشتر می شود، آتش رسیدن به صلح افزایش می یابد. درخواست پایان جنگ از گوشه گوشه افغانستان به طور رسمی و غیر رسمی به گوش می رسد. حملات بالای مردم ملکی و تداوم جنگ در گوشه و کنار افغانستان نگران کننده است و هر روز هموطنان ما عزیزان و خویش را از دست می دهند. به صراحت باید گفت که تجدید خشونت ها و ادامه جنگ یک پالیسی باخت و باخت است. درگیری ها کماکان در بخش های از افغانستان جریان دارد. وزارت دفاع ادعا کرده در شبانه روز گذشته بیش از 150 جنگجوی طالبان کشته شدند در 12 ولایت. طالبان هم ادعا کرده بیش از 80 نیروی دولت در ولایت‌های بلخ و قندوز به این گروه تسلیم شدند. به نظر با افزایش زورآزمایی دولت و طالبان در برابر هم وضعیت دشوارتر شده، چیزی که یک جا با دلایل نسبتاً روشن دیگر پایان یا کاهش جنگ را هم غیر ممکن کرده. روین رهنوش، بی بی سی، کابل. چین می‌خواهد به زوج‌ها اجازه بدهد که به جای دو فرزند سه فرزند داشته باشند. این تصمیم بعد از آن اعلام شد که سرشماری عمومی نشان داد نرخ زاد و ولد افت شدیدی کرده. دولت نگران این است که این روند به رشد اقتصادی این کشور ضربه بزند. همین 5 سال پیش بود که چین بعد از چند دهه سیاست تک فرزندی را کنار گذاشت. انتظار می‌رود در یک دهه آینده هند با پیشی گرفتن از چین پرجمعیت‌ترین کشور جهان شود. بهرنگ تاج‌دین گزارش می‌دهد. فرزند بیشتر، زندگی بهتر. 4 دهه پس از شروع سیاست تک فرزندی، دولت چین نگران از پیر شدن جمعیتش میخواهد به خانواده ها اجازه بدهد 3 بچه بیاورند. به نظرم سیاست خوبیه، چون پیری جمعیت مشکل خیلی مهمیه. به نظرم باید زودتر اجراش میکردن. زوجهای مثل ما فرصت دوباره بچه دار شدن رو از دست دادن. من یه بچه دارم، ولی اگه دولت بهمون یارانه بده بدم نمیاد بازم بچه دار بشم. 3 بچه، 2 هم کافیه. همین یکی پدر منو در آورده. به خاطر مواظبت از همین 2 دارم از خستگی میمیرم.
سال 1979 بود که چین برای کند کردن رشد سرسام‌آور جمعیتش سیاست تک فرزندی را به اجرا گذاشت. از آن زمان تا حالا جمعیت از 1 میلیارد به 1,400,000,000 نفر رسیده، ولی ترکیبش تغییر مهمی کرده. نیم قرن پیش میانه سنی جمعیت، یعنی سنی که نیمی از جمعیت از آن جوانترند و نیم دیگر پیرتر، در ایران 18، در چین 19 و در آمریکا 28 سال بود. حالا میانه سنی جمعیت ایران به 32 سال رسیده و میانه سنی جمعیت چین و آمریکا به 38 سال. ولی بالا بردن تعداد مجاز فرزندان این روند را چقدر تغییر می‌دهد؟ دولت 5-6 سال پیش سیاست تنظیم خانواده را عوض کرد تا به زوج‌ها اجازه بده 2 بچه داشته باشند. نتیجه‌اش ناامید کننده بود، چون در بیشتر شهرها برنامه زوج‌های جوان اینه که 1 فرزند بیارن یا اصلاً بچه دار نشن. افزایش شهرنشینی و رشد طبقه متوسط نگاه نسل جدید به بچه دار شدن را تغییر داده. وقتی همه مسائل رو در نظر میگیرم میبینم نمیخوام دوباره بچه دار بشم. سومی که حتی غیر ممکن تره. این روزها جوونا مجبورن به فکر خرید خونه باشن. فشار همین جوریش هم زیاده. تازه باید خرج تحصیل بچه رو هم در نظر بگیرید. ما اهل یه شهر خیلی کوچیکیم. فکر کنم هر جای کشورم که برید احساس عمومی اینه که یه بچه کافیه. مقام های چین امیدوارند رشد جمعیت بتواند نیروی کار لازم برای ادامه رشد سریع اقتصاد این کشور را فراهم کند. ولی جمعیت بیشتر یعنی تقاضای بیشتر برای آب، غذا، انرژی، مسکن، مدرسه، بیمارستان و خیلی چیزهای دیگر. همین است که خیلی از چینی ها همچنان فکر می کنند فرزند کمتر زندگی بهتر. بهرنگ تاجدین، بی بی سی. پروفسور دیوید کولمن، استاد جمعیت شناسی در دانشگاه آکسفورد، از همین شهر در بریتانیا با ما هستن. این سیاست دولت چین زاد و ولد رو افزایش خواهد داد؟ I think the answer is not very much. فکر میکنم پاسخ این باشه که نه چندان. در سیاست قبلی که داشتن سیاست تک فرزندی رو وقتی کردن 2 فرزندی، اونجا هم حزب کمونیست چین تا حدی مایوس شد و جواب نگرفت. حالا اینکه این رو کردن 3 بچه، بعید میدونم که تغییر خاصی داشته باشه، چون دارن به سوی هدفی میرن که دست نیافتنیه و خب دلایل زیادی هم هست که مردم در جوامعی که دارن مدرنیزه میشن، مدرن میشن، تصمیم میگیرن به ویژه در کشوری مثل چین که بچهای کمتری داشته باشن، مخصوصا در کشوری مثل چین که به شدت و به سرعت مردم دارن شهرنشین میشن و در واقع افکار عمومی حمایت زیادی نشون نمیده برای زیاد کردن تعداد بچه ها در خانواده ها. همونطور که گزارشگر شما هم داشت میگفت، مردم علاقه اصلیشون اینه که در شغل های خودشون پیشرفت کنن، مخصوصا زن ها وقتی که این امکان رو داشته باشن که زندگی خودشون رو بهتر کنن و مستقل تر بشن میرن به اون سمت. بنابراین خیلی سخته که این روند کاهش زاد و ولد رو معکوس کرد و واژگون کرد. در دنیای مدرن اصلا ما نمونه‌ای داریم که دولت‌ها با سیاست‌های جمعیتی جمعیت نرخ رشد جمعیت کشور رو زیاد کرده باشن؟ چند نمونه‌ای هست در مواردی که بهبودی تا حدی حاصل شده، وقتی که مشکلات اقتصادی تا حدی حل شده و مثلا دولت رفاه، حمایت‌های دولتی کمک کرده، مثلا در اروپای شرقی وقتی که در پایان دوره کمونیسم 1.2 بود نرخ، این موفق شدن در این موارد که این رو عوض کنن، ولی خب بازم اونجا مثلا 1.2 رو به 1.5 یا 1.6 رسوندن، نه خیلی بیشتر از اون. برای اینکه طبیعیه که مردم وقتی که این انتخاب رو داشته باشن که تعداد اعضای خانوادهشون رو، خانوادهشون رو کنترل کنن، این کار رو میکنن. وقتی که دسترسی به آموزش داشته باشن، دسترسی به تنظیم خانواده داشته باشن،
اون وقت مردها و زنها تصمیم میگیرن که چطور خانواده خودشون رو جلو ببرن و اداره کنن. کشورهایی که بیشترین میزان نرخ رشد رو داشتن در میان کشورهایی که بالاترین تولید ناخالص ملی رو دارن، کشورهای مرفه مثل کشورهای اسکاندیناوی یا فرانسه، اینها تا اخیراً تا همین چند وقت پیش مثلا در حد 1.9 1.8 بوده و این در جهان مدرن، در دنیای مدرن و در کشورهای مرفه بیش از این نداشتیم. و البته این کشورها هم یک نظام بسیار جامع و کاملی از حمایت از کودکان، حمایت از خانواده، حمایت از زنان شاغل دارن و اینها باعث شده که زنها بتونن اون دو کاری که میخوان بکنن، یکی اینکه هم شغل خودشون داشته باشن و مستقل باشن و همزمان یک خانواده هم داشته باشن. این دو چیز رو همزمان براشون ممکن کردن. در گذشته طبیعتاً اینکه شما بخواید خارج از خانه کار کنید، محیط کاری شما خیلی خصمانه برخورد میکرد با انتخاب شما که بخواید بچه دار هم بشید. ولی خب با دولت رفاه، با کمک‌های دولتی این اتفاق محقق شده. از طرف دیگه مردها نقش بیشتری رو بازی میکنن، کمک بیشتری میکنن در مراقبت از کودکان و در انجام کارهای خانه. بنابراین اگر زنها در جامعه ما برخلاف گذشته رفتارشون بیشتر شبیه رفتار مردانه میشه در زندگی روزمره، در محیط شغلی و از نظر درآمد مستقل اقتصادی داشته باشن، خب از اون طرف مردها هم باید بیشتر شبیه زنها در گذشته رفتار کنن و به خونه داری و بچه داری کمک کنن. در مجموع به نظر میاد که کشورهای مدرن به سمت پیر شدن از نظر جمعیتی پیش میرن. راه حل پیر شدن جامعه چیه؟ راه حلی برای پیر شدن جمعیت نیست. این یک نتیجه اجتناب ناپذیر اتفاقیه که بسیار مطلوب بوده. یعنی اینکه اومدیم و از عمر افراد رو بیشتر کردیم، از مرگ و میر کم کردیم، بنابراین اجتناب ناپذیره که این کاهش نرخ زاد و ولد از یک طرف و کاهش نرخ مرگ و میر در بین سالمندان به جامعه پیرتر بیانجامه. و تا زمانی که دولت‌ها سیاست‌هایی رو اتخاذ کنند یا اتخاذ نکنند که در واقع این قضیه رو لحاظ کنند که افراد سنشون بیشتر هست، این قضیه تغییر نخواهد کرد. دولت‌ها باید متوجه بشن که افراد عمرشون طولانی تر هست، بنابراین نیازه که سن بیشتری رو در محیط کار باقی بمونن، دیرتر بازنشسته بشن. الان می‌بینیم از 65 به 70 حتی بیشتر داره میره سن بازنشستگی و در گذشته هم بیشتر خواهد شد. هر چه افراد بیشتر عمر می‌کنن سنشون بالاتر میره و سالم‌تر هم می‌مونن در دوره سالمندی، تنها راهش اینه که اینها بیشتر کار کنن، بیشتر در محیط کار بمونن، دیرتر بازنشسته بشن و طبیعتاً این ناخرسندی ایجاد خواهد کرد. از نظر رای دهنده ها چیز خوبی نخواهد بود، ولی خب نمیشه با مشت آهنین و دخالت دولتی برگردیم و بخوایم که این قضیه رو عوض کنیم. دیدیم که در فرانسه، در شرق اروپا تا حدی کمک شد به افزایش نرخ زاد و ولد، اما در مورد چین خیلی دشوار وضعیت. برای اینکه چینی‌ها دقیقاً نمی‌دونیم نرخ زاد و ولدشون چقدر باشه، ولی بیشتر از 1.5 احتمالاً نخواهد بود. از دهه 80 میلادی، یعنی بیش از 30 سال، و بنابراین جامعه بسیار سالمندی شده و خب این آثارش در آینده برای مدت‌ها مشاهده خواهد شد. ممنونم از پروفسور دیوید کولمن، استاد جمعیت شناسی دانشگاه آکسفورد. حضور همسر یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران به عنوان نمایندهش در تلویزیون خبرساز شده. همسران دیگر کاندیداها معمولا در مراسم عمومی با آنها دیده نمی‌شوند و اکثر مردم آنها را نمی‌شناسند. در این شرایط بسیاری از محافظه‌کاران حضور سپیده شبستری، همسر عبدالناصر همتی، در تلویزیون را روشی برای جمع‌آوری رأی نامیده و تقبیح کردند. فرین عاصمی گزارش میدهد. خانم شبستری، ما میدونیم که آقای دکتر همتی، حضور همسر عبدالناصر همتی یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری در تلویزیون به عنوان نماینده او، رکوردی که برای اولین بار شکسته شد. خانم شبستری، چه کسی در زندگی آقای همتی بیشترین تأثیر رو داره؟ به گفته خودشون من. با این حال درباره سپیده شبستری اطلاعات زیادی منتشر نشده. او دکترای مدیریت دارد.
آقای همتی و خانم شبستری 3 فرزند دارند. ایشون میگن که جامعه ما تا بخواد به اون سطح مطلوب برسه که حضور بانوان در محیط کار خیلی بهتر و راحت تر از الان باشه، در یک شرایط مساوی با آقایون قرار بگیرن از نظر امنیت شغلی و حالا شرایط کاری، خیلی جای تلاش و کار داریم هنوز. حضور سپیده شبستری در تلویزیون با انتقادهای محافظه‌کاران روبرو شد. بعضی این کار را تلاشی برای رأی جمع کردن نامیدند و بعضی هم گفتند آقای همتی نباید همسرش را به عنوان نماینده به تلویزیون می‌فرستاد. آقای همتی از معدود کاندیداهایی بود که زمان ثبت نام در وزارت کشور هم با همسرش حضور یافت. مصطفی تاج‌زاده هم به همراه همسرش فخرالسادات محتشمی پور ثبت نام کرد. مسعود پزشکیان هم که همسرش درگذشته با دخترش زهرا ثبت نام کرد. همسران بقیه کاندیداها موقع ثبت نام در کنار آنها حضور نداشتند. این جمیله علم‌الهدا همسر ابراهیم رئیسی و دختر احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد است. او دکترای فلسفه و تعلیم و تربیت اسلامی دارد و در دانشگاه شهید بهشتی تهران تدریس می کند. اما هیچگاه در کنار آقای رئیسی در مراسم عمومی دیده نشده. این هم گفته های ابراهیم رئیسی درباره فعالیت های همسرش در بیرون از خانه که 4 سال پیش هنگام مبارزات انتخاباتی در مصاحبه ای گفته بود. حالا اگه وقتی من رفتم دیدم ایشون خونه نیست، من ناراحت نمیشم. اگه دیدم که اون شب غذا نیست، اصلا ناراحت نمیشم. دست به آشپزی ها جوایی نه، کنار میاییم. ما با یک غذای ساده و اینها قضیه رو هموار میکنیم، خیلی کار پیچیده نشه. نه من الان غذا اینا درست نمیکردم راستش. شام میومدم حتما با یه شام ساده مثلا شیری کیکی نمیدونم یا یک غذای حاضری به این شب میگذروندیم، هیچ مشکلی هم نبود. از اولین باری که یک کاندیدای ریاست جمهوری همراه همسرش در مبارزات انتخاباتی حاضر شد 12 سال می‌گذرد. حضور میرحسین موسوی دست در دست زهرا رهنورد در تجمع‌های انتخاباتی سال 88 بسیاری از ساختارها را شکست. اما حضور همسر یک کاندیدا به عنوان نمایندهش در تلویزیون اولین بار است که اتفاق می‌افتد. با این حال تفسیر مردانه از رجل سیاسی و مانع نظارت استصوابی شورای نگهبان هنوز برای زنان باقی است. تا پیش از این عظم طالقانی نماینده دور اول مجلس تنها زنی بود که به صورت مستقل برای انتخابات ریاست جمهوری ایران داوطلب میشد و هر بار صلاحیتش رد میشد. پس از درگذشته او این بار زهرا شجاعی رئیس مرکز امور مشارکت زنان در دوران محمد خاتمی این وظیفه را بر عهده گرفت. با این تفاوت که این بار ائتلاف احزاب اصلاح طلب از او حمایت کردند، اما صلاحیت خانم شجاعی هم رد شد. نمونه دیگر که نشان می‌دهد زنان در کنار اقلیت‌های قومی، مذهبی و جنسی و جنسیتی در ایران راه درازی دارند تا در انتخاباتی آزاد کاندیدا شوند. فرین عاصمی، بی بی سی. حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بار دیگر از عملکرد شورای نگهبان در رد صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری انتقاد کرده و گفته که نمی‌شود برای مردم تصمیم گیری کرد. او تاکید کرده حکومتی که اقبال عمومی ندارد مشروع نیست. آقای خمینی همچنین گفته که آزادی یعنی عدالت سیاسی و داشتن حق رأی و انتخاب برابر. آزادی یعنی عدالت سیاسی. آزادی یعنی همونطوری که شما حق داری صحبت کنی، منم حق دارم صحبت کنم. شما حق داری رأی بدی، منم حق دارم رأی بدم. شما حق داری نماینده خودتو انتخاب بکنی، منم حق دارم اونی که دلم میخواد انتخاب کنم. البته هر کدوم که اکثر بردیم خب همون مطاعه، محل اطاعته. نمیشه تو برای من منتخب معرفی کنی بعد بگی آقا بیا به این رأی بده، همونطور که نمیتونم من برای تو این کار رو بکنم. حسن خمینی بود، نوه روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی. رضا علیجانی، فعال سیاسی ملی مذهبی از پاریس با ما هستند. آقای علیجانی، بحث مبنای مشروعیت مدت هاست که مطرح، از اول انقلاب تقریبا در یک نظام ایدئولوژیک خدا یا مردم. این دیدگاهی که آقای خمینی مطرح کرده آیا حرف تازه‌ایه؟ با سلام. چون ترجمه‌ای که به کار برده شده این کلمه شرع مشروع هم توش اومده، یه مقدار در ایران دچار سوء تفاهم هست. یعنی مشروعیت هم مبنای زمینی داره، هم گویی مبنای آسمانی. در سخنان ایشون خوب یه مقدار این ابهام وجود داره، هرچند سخنان ایشون سخنان مثبتی است.
به حال جمهوری اسلامی مشروعیت مردمیش رو یا مشروعیت به معنایی که در همه جا تو علوم سیاسی به کار برده میشه رو از دست داده و تو اونجا هم به دو معنا یا در دو حوزه به کار برده میشه، گاهی اوقات مشروعیت دموکراتیک است، گاهی اوقات مشروعیت کاربردیه، یعنی حکومتی دموکراتیک نیست، منتخب مردمش نیست ولی مردم ازش راضی هستن. تو جمهوری اسلامی خب هر دوتاش نیست، یعنی نه مشروعیت مردمی داره نه مشروعیت کارکردی و عملکردی داره. حسن خمینی برحال به صورت مبهمی بین اشاره میکنم ولی حرف سخنان درستی است. اما یه تعارضی هم همونطور که آقای زیدآبادی هم اشاره کرده بودن، یه نکته ظریفی است. اگر این سخنان درسته، خب آقای حسن خمینی به توصیه آقای خامنه‌ای نبایستی این حرف رو از خودش سد میکرد، یعنی به قول معروف رطب خورده من رطب کی کنن، ضمن اینکه به حال ایشون مستند و یا به حال منتسب به خاندانی هستن که در اونجا هم آقای خمینی مشروعیت رو تا جایی قبول داشت که به اسلام مرتبط باشه و ایشون در دوره رهبر بود که اکثریت مردم به هر حال پشتر حکومت بودن. آقای خمینی پدر بزرگ این امتحان رو پس ندادن در موقعی که در اقلیت قرار گرفتن، آیا همیشگان قبول دارن یا نه، اون چیزی که به اصطلاح جانشینشون دیگه قبول نداره. آقای خامنه‌ای در دیداری که با آقای افشاری و برخی از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت بودن به حضور برخی از افراد در شورای انجمنها اعتراض میکنن، ایشون میگه اینها رو دانشجو انتخاب کردم، گفته با ما خب انتخابات بها بدیم و به رأی و نظر بها بدیم که انقلاب از مسیر خودش منحرف میشه، یعنی رأی اکثریت ایشون قبول نداره. آقای خمینی هم درست به یادم مونده باشه یه بار گفت ولی همه مردم یه حرف بزنن، من اسلام حرف دیگری بزنه جلو همشون میستم، یعنی از نظر خودم اون چیزی که اسلام میدونم دفاع میکنم. نه. حالا به لحاظ تئوریک من خب حرفایشون یه ابهاماتی داره به لحاظ کاربردی هم همینجور، ولی در مجموع در شرایط کنونی کلام به حرفی است و اینکه شورای نگهبان واقعا همه چیز رو کنار گذاشته و به نظر می‌رسه که حضرات یه الگوی شبیه چین و روسیه رو در پیش گرفتن در سیاست داخلیشون. شما اشاره مختصری کردید، بسیاری میگن که اصلا دعوا فعلا دعوای مشروعیت نیست، یک حکومتیه که خواه ناخواه اراده خودش رو داره تحمیل میکنه. حالا اینجا چقدر حرف زدن از مشروعیت موضوعیت داره؟ بله نکته ظریفی است. بله حضرات اساساً تئوریکمان این رو قبول ندارن، یعنی حالا آقای مصباحی یزدی زنده نماند ببینی که تئوریش داره به کرسی می‌نشینه. یعنی تئوری که اساساً در اسلام معتقدن که این رأی برای اینکه دهان جهان رو ببندیم یک امر تزیینی است، یک امر به هر حال ثانوی است، عامل اصلی ولایت مقام عظماست، وصل به آسمان و حقانیت ملاکه، نه مشروعیت مردمی. اون یه مقبولیتی که اگه باشه بهتره، نباشه مشکلی نیست، مخصوصا اگه بخواد در مقابل اون چیزی که ولایت و اسلامیت نظام گفته میشه در نظر گرفته بشه. این چالش دو تا تفکر، دو تا فلسفه سیاسی و دو تا حتی فلسفه زیست هست که در ایران در جریان و حکومت حالا در واقع یه مدار بی‌تعارف‌تر داره گفتمان اولیه رو پیش میبره، دهه‌های گذشته هم بوده این تا حد زیادی، یعنی اینا از اول انقلاب شاد بشه باید گفت از تشکیل شورای انقلاب بخشی رو بیرون گذاشتن، مجاهدین و فدایی‌ها، چریکا، احزاب چپ رو همه رو کنار گذاشتن، بخش مهمی از ملیون رو کنار گذاشتن، ولی این دایره مرتب تنگتر و تنگتر شده، حالا به آقای علی لاریجانی رسیده و این نشون میده که اون تئوری مرتب داره فربهتر و جدمیتر داره اجرا میشه. آقای علی جانی اگه خیلی کوتاه پاسخ بدید ممنون میشم، این حرفا پیامدی برای آقای خمینی داره، حسن خمینی، خصوصا در این روزهایی که حرف از یا اشاره هایی از بگیر و ببند هم هست؟ من بعید میدونم بگیر و ببند در این سطح باشه، باید منتظر بگیر و ببند در دولت آقای روحانی باشیم بعد از ریاست جمهوری جدید که در حد وزیر و معاون وزیر مدیر کلاش آقای رئیسی ردیف رو کنه، همون نمایش ضد فساد اینها رو بفرسته قوه قضاییه که یکی دوره کوتاهی چند ماهی عوام فریبی بشه که ما دزدا رو گرفتیم، معامل بدبختی شما رو گرفتیم، ولی این حرفا دیگه تحملش رو حکومت تحمل میکنه، بعید میدونم با این سطح برخوردی بشه. ممنونم از رضا علیجانی، فعال سیاسی ملی مذهبی از پاریس با ما.
در پیشاور به دنیا آمد و در مسکو به قتل رسید. برای کمک به میرزا کوچکخان جنگلی به ایران رفت و اولین مدرسه ها در بخارا، سمرقند، خوجند و دوشنبه را ساخت. اولین وزیر معارف تاجیکستان هم بود. اینها اوصاف نثار محمد پشتون است، شخصیتی تاریخی و جهانوطنی که اخیراً در تاجیکستان مستندی درباره او و رویدادهای 100 سال گذشته آسیای میانه ساخته شده. سهراب ضیا از دوشنبه گزارش می‌دهد. نثار محمد رضی تولد سال 1897 در پیشاور آن زمان متعلق به هند است و از فعالان جنبش‌های آزادی‌خواهی در هند و افغانستان و از طرفداران امان الله خان شاهی وقتی افغانستان. در سال 1919 در جنگ سیومی افغان و انگلیس ضد انگلیس ها جنگیده به اعدام محکومش میکنند، اما از زندان فرار میکند. از طریق افغانستان به تاشکند میآید و در این شهر استادی دانشگاه نظامی میشود. پس از تصرف بخارا به دست روس‌ها، نثار محمد سال 1920 با سرگو آرژنیکیدزه، بولشویک گرجی تبار، عازم ایران می شوند. او در ایران با میرزا کوچکخان جنگلی، رهبری جنبش جنگل در شمال ایران دیدار می کند. میرزا کوچکخان در جوان سال 1920 در گیلان یک جمهوری شورایی بپا کرده بود. اما حکومتش در پی حمله نیروهای دولت ایران و انگلستان سقوط کرد. بوشویکای اون زمان میخواستن که یک کودتای خوبی در ایران شود و ایران هم شوروی و سوسیالیستی شود و میگفتن که بخارا این شروع کار است، این دروازه است برای ورود شدن به شرق و سوسیالیستی ساختن تمام شرق. این خیابان در مرکز شهر دوشنبه نام نثار محمد را دارد، خیابانی که ساختمان وزارت علم و معارف تاجیکستان در آن واقع است. شاید بسیاری از ساکنان و مهمانان پایتخت از این خیابان عبور کرده باشند، اما کم کسانی درباره خدماتی که 100 سال پیش نثار محمد افغان برای پایه‌گذاری مطبوعات و مکتب و معارف در این سرزمین کرده است آگاهی دارند. مستند نثار تلاش است برای شناخت بهتر از شخصیت نثار محمد. سفربک صالح میگوید در شهر مسکو با نوه و نتیجه و نبیره های نثار محمد گفتگو کرده و با اسناد و دستنویس هایش آشنا شده است. اون نقش مؤثر نثار محمد را در رشد مکتب و معارف در تاجیکستان دلیل اصلی ساخت این مستند میداند. وقتی که اولین دارالمعلمین در سال 24 در تاشکند افتتاح کردند، اولین مدیرش نثار محمد بود. ایشون دو کتاب تهیه کرد سال 1923، یکی هم کتاب رونمای حساب و دیگر هم کتاب حکایات و قصه های شغنان. و مهمترین کارش این بود که با یک جا با عینی با شاه تیمور برای تلاش های زیاد کردند که روزنامه آواز تاجیک برای به اندازند. نثار محمد از سال 1926 تا 1932 دو دوره وزیر آموزش و پرورش تاجیکستان بود. از سال 1932 در دانشگاه خاورشناسی مسکو زبانهای اردو و پشتو تدریس می کرد. پاییز سال 1937 مثل هزاران تن از اهالی فرهنگ و هنر و سیاست به اتهامات ساخته بازداشت می شود و در ماه اکتبر همان سال در وقت بازجویی او را به قتل می رسانند. بعد از سوزاندن پیکر نثار محمد، خاکسترش را در قبر مشترک در یکی از گورستان های مسکو می اندازند. با گفته برخی از محققان سینما، در مستند نثار تنها زندگی و سرنوشت تلخ نثار محمد تصویر نشده، بلکه در آن یک دوره تاریک تاریخ آسیای میانه بررسی شده است. در فیلم سفربک صالح، نثار محمد به شخصیت و نماد یک دوران کامل و یک نسل کامل تبدیل شده. نسلی که جان خودش رو برای تأسیس کشوری به نام تاجیکستان قربانی کرد تا این کشور آینده روشنی داشته باشه و در اون نسلی تحصیل کرده و روشنفکر به وای برسه. برخی دیگر مستند نثار را هشدار برای جلوگیری از تکرار حوادث دهه 1930 شوروی در تاجیکستان می دانند که منجر
و قتل و تروری صدها شخصیت ملی و فرهنگی و بزرگان علم و ادب تاجیک شده بود. در جامعه ما محیط بسوی در حال شکل گرفتن است که در او دوران بود و کسایی که فکر و نظر و دیدگاهشان با سیاست های دور مطابق نیست بیرون از دوره میمانند. از این نقطه نظر پیام اصلی فیلمی بود که ما نباید دیگر باره محیط به اصطلاح سال 37 کنیم و ناخودآگاه بهترین دردانه ها و شخصیت های خود قربان کنیم. سفربک صالح روی مستند نثار 4 سال کار کرده. میگوید به دلیل همگیری ویروس کرونا سال گذشته نتوانسته به ایران و افغانستان و پاکستان برای فیلم برداری برود. با وجود این بسیار مستند نثار را کار با ارزش در شناخت شخصیت نثار محمد پشتون و خدمت‌های او برای تاجیکستان می‌دانند. سهراب ضیا، بی بی سی، دوشنبه. می‌دونید مطالب بیشتر از تاجیکستان و همینطور افغانستان رو در وبسایت ما بخونید، همینطور تحلیل ها از وضعیت سیاسی افغانستان و تاجیکستان و علاوه بر اونها تازه ترین ها از انتخابات رو هم میتونید در وبسایت ما bbcpersian.com ببینید و مطالب دیگر هم در شبکه های اجتماعی ما منتشر میشه. حتما به حساب ما در اینستاگرام سر بزنید، در توییتر و همینطور در فیسبوک. ضمن اینها میتونید برنامه 60 دقیقه رو، این برنامه و همینطور برنامه های قبلی رو بر روی کانال ما در یوتیوب ببینید و همینطور در وبسایت ما. ممنونم از اینکه برنامه 60 دقیقه رو تا آخر تماشا کردید. شب و روز بر شما خوش.